در میان برندگان جوایز امسال زاکره حکمت بانوی افغان نیز شامل است که در حکومت دوره نخست طالبان بر افغانستان مکتب لیسه را مخفیانه تکمیل نموده و اکنون در ترکیه دکتر است و به خاطر دادخواهی حقوق پناهجویان کار میکند. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا ضمن قدردانی از کارکرد این بانوی افغان آمده است که در اثر تلاش‌های دکتر حکمت شمار زیاد افغان‌ها به خصوص زنان و دختران و اقلیت‌ها به خدمات مراقبت پناهجویان دسترسی یافتند. و این جایزه ها رو که میگیرم همه اعطا میشه به خانم هایی که فعلا تحت سیطره طالبان در افغانستان زندگی میکنه اهدا میکنم و برای این جایزه رو من اهدا میکنم برای خانم هایی که خونشان به دستشان گرفته، جانشان به دستشان گرفته و میفهمه که اگر در خیابان ها یا در کوچه ها برای مورد ضربه و ستم و شکنجه از طرف اونا قرار میگیره ولی بازم سر از مو میرن صدایشان رو بلند میکنن. یک تن دیگر از برندگان جایزه شجاعت به دلیل تلاشهایش به مقام بلند جنرالی رسیده و یکی از این زنان با شکستن تابوها برای حقوق افراد فراجنسیتی دادخواهی میکند. سایر زنان، خبرنگاران، فعالین، آموزگاران و وکلا در کشورهایشان از کار برکنار شده، تهدید و بازداشت شدن و عذاب میکشند تا صدای خود را برای عدالت و مساوات بلند کنند. جیل بایدن بانوی نخست ایالات متحده از این زنان شجاع در قصر سفید میزبانی کرد و شجاعت این زنان و تأثیر آن بر دیگران قدردانی نمود. اما زنان و دختران ایران یگانه گروهی از زنان بودند که در این جمع دیده نمی شدند و جایزه برای آنها در نظر گرفته نشده بود. از ماه سپتامبر به این سو پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس و بهانه حجاب نادرست، زنان ایران در سراسر ایران به اعتراضات پرداختند. جیل بایدن گفت صدای زنان مهم است. Girls everywhere need to know that there are women. دختران در هر جایی که هستند باید بدانند که زنان برای آنها مبارزه میکنند تا آنها پیروز شوند. دروازه ها را باز میکنند، مکاتب، جوامع و حکومت را تغییر میدهند تا یک دنیای بهتری برای آنها بسازند و ما میخواهیم با مخاطب قرار دادن برادران، پدران و همسران و دوستانشان بگوییم که به اندازه‌ای که ما میخواهیم زنان صدای خود را بلند کنند، به همان اندازه مردان باید با آن گوش دهند و عمل کنند. سخنگوی قصر سفید میگوید جایزه بین‌المللی شجاعت زنان آمریکا مفهوم بزرگ دارد. ما این برنامه را برای در قصر سفید دایر کردیم که به نظرم مهم از زنان از سراسر جهان و از زنان و دختران در اینجا از سرگذشت این زنان و افراد آگاه شوند. دختران در هر جایی که هستند باید بدانند که زنان برای حق آنان مبارزه میکنند. این در حالی است که رهبران محافظه‌کار ایران سایر کشورها را به خاطر دامن زدن سطح اعتراضات به رهبری زنان در ایران متهم می‌سازد. رهبران ایران در هر فرصتی که پیدا می‌کنند ایالات متحده و کشورهای غربی را مسئول مشکلات و طرز حکومتداری خود می‌دانند. به نظرم با دنبال نمودن وضعیت در ایران این مسئله روشن است که جنبش ایران در داخل آن کشور جان گرفته است و فکر نمی‌کنم که ایران با همچو تلاش‌های برای متهم‌سازی آمریکا شنونده‌ای داشته باشد. این تحلیلگر همچنان افزود که حکومت بایدن متوجه این است که تهران مانند سایر نقاط جهان باید معیارهای دموکراسی را مراعات کند. بانوی نخست ایالات متحده با برگزاری این محفل در قصر سفید یک مسئله را به خاطر روز جهانی زن در آمریکا روشن ساخت که بدون حضور زنان و دختران آزادی، دموکراسی و عدالت تامین نمی شود. جیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.